درود بر عاشقان ایران زمین، زنان و مردان میهن درسته کشورم. به دومین دو بسته خبری امروز از آوای ایران خوش آمدید. در دقایق پیش رو و در این بسته خبری با تحلیلی مهم و موشکافانه از تحولات روزهای گذشته در منطقه و ایران در خدمت شما عزیزان هستیم. التیماتوم سخت و بیسابقه آمریکا به جمهوری اسلامی، تغییر رویکرد غرب در برابر خواستهای بیپایان نظام، اما قبل از مشروع این تحلیل بسیار مهم یادآوری کنم که تیم خبری آوای ایران با تلاش 24 ساعته در حال تهیه دقیقترین و بروزترین اخبار و تحلیل های روز برای شما سروران گرامیه. تنها دلگرمی ما برای ادامه دادن این مسیر سخت حمایت شما همیهنان گرامی است حتما همین الان این ویدیو رو لایک کنید و در آخر برنامه با کامنت های انگلیسی و فارسی نظر خودتون رو در مورد فعالیت تیم آوای ایران بیان کنید التیماتوم سخت و بیسابقه آمریکا به جمهوری اسلامی تغییر روی کرده غرب در برابر خباست های بیپایان نظام در گزارشی فوقالعاده مهم و جنجالی خبرگزاری آسوشیت پرس روز دوشنبه 11 دسامبر به موضوع حمله به مواضع ایالات متحده در عراق پرداخت و نوشت بغداد از ترس گسترش جنگ قزه تلاش می کند نبرد بین نیروهای آمریکایی و گروههای شبه نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران را مهار کند بنابر این گزارش منابعی در عراق به این خبرگزاری گفتند که در روزهای گذشته دولت و رئیس ارتش آمریکا در پیامهای فوری و محرمانه از دولت و ارتش عراق خواستند تا خیلی سریع اقدامات شبه نظامیان عراقی بر علیه نیروهای ائتلاف و پایگاه های آمریکایی پایان یافته و ارتش این کشور امنیت عراق را بر عهده بگیرد این منابع تاکید کردند که در این پیام محرمانه گفته شده در صورت برآورده نشدن امنیت نیروهای آمریکایی و اطلاف در عراق حمله سهمگین و نابود کننده از طرف ارتش آمریکا بر علیه نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در راه خواهد بود گفته شده بعد از این پیام فوری ارتش آمریکا از سودانی که رابطه نزدیکی با دولت و رهبر جمهوری اسلامی دارد در تماسی فوری این پیام محرمانه و فوری را به مسئولان رد بالای نظام انتقال داده است دو روز بعد از این هشدار در حمله ایالات متحده به یک سایت پرتاب پهباد در نزدیکی شهر کرکوک عراق پنج شبه نظامی کشته شدند حمله موشکی به سفارت ایالات متحده در بغداد در روز جمعه نگرانی های بیشتری برای مقام های عراقی به همراه آورد آن هم در حالی که میکوشند اثر موجی جنگ اخیر در میانه را مهار کنند جمهوری اسلامی تسلط قابل توجهی در عراق دارد ائتلافی از گروه های تحت حمایت ایران که در اکتبر 2022 محمد شیا از سودانی نخست وزیر عراق را به قدرت رساند همزمان و بر اساس توافق واشنگتن و بغداد به منظور مقابله با داعش حدود 2000 نیروی آمریکایی در عراق حضور دارند در چنین شرایطی اسلاف از سودانی نیز مجبور بودند در ارتباط با تهران و واشنگتن تعادلی دو طرفه را رعایت کنند اما جنگ اسرائیل و حماس این ملاحظات را به میزان قابل توجهی افزایش داد در همین حال یک مقام آمریکایی به آسوشیتد پرس گفت که آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا به السودانی گفت که واشنگتن انتظار دارد عراق برای جلوگیری از چنین حملاتی اقدامهای بیشتری انجام دهند یک مقام عراقی که نخواست نامش فاش شود در این زمینه گفت که در سفر اخیر ویلیام برنز مدیر سیا به منطقه او نیز به السودانی درباره عواقب جدی ادامه این حملات هشدار داد و خواستار اقدام عراق برای توقف آنها شد به گفته دو مقام عراقی دیگر بلینکن اوایل دسامبر در تماسی با نخست وزیر عراق گفت که آمریکایی ها خود وارد عمل خواهند شد و تاکید کرد که بغداد برای تعقیب عاملان این حمله به اندازه کافی تلاش نکرده است با این حال رناد منصور پژوهشگر ارشد اندیشکده چتام هاوس اعتقاد دارد که ایران سعی می کند این حملات در حد کنترل شده باقی بمانند تا واکنش جدی تری از ایالات متحده را در پی نداشته باشد به اعتقاد او این مرز باریک تا حدودی به دلیل نقش عراق در انتقال پیام بین واشنگتن و تهران است. این تحلیلگر خاطر نشان می کند که واشنگتن از مافیت تحریم ها به عنوان یکی از کارت ها در تلاش های اقتصادی محورش برای فشار بر ایران و عراق استفاده می کند. از سوی دیگر نشریه هیل روز یکشنبه دهم دسامبر با انتشار یادداشتی به تهدیدهای چند جانبه جمهوری اسلامی ایران برای منطقه و کل جهان پرداخت و تاکید کرد که از کنار این خطرها نباید به سادگی گذشت در این یادداشت به قلم استفان بلینک کارشناس مسائل بین الملل آمده است ما تهدید چند بودی و فضاینده ایران را نادیده میگیریم در حالی که خطرهای که جمهوری اسلامی نظم منطقه‌ای و بین المللی را تهدید می‌کند با هر معیار قابل تصوری در حال رشد است بلینک با اشاره به گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره ایران تاکید کرد این آژانس به تازگی گزارش داد که جمهوری اسلامی مانع از اجرای توافقهای قبلی در زمینی پاتمانهای ای شده است. گزارش های دیگر نیز نشان می دهند، تهران به سرعت در حال حرکت برای دستیابی به یک سلاح هستهی قابل استفاده است. آژانس بین المللی انرژی اتمی اوایل سال 2023 در یکی از تأسیسات هستهی ایران ذرات اورانیوم غنی شده کشف کرد که تا حدی نزدیک به درجه ساخت بمب گزارش شدند. به این ترتیب همانطور که ایالات متحده هم هشدار داده توانایی تهران برای ساخت بمب هسته‌ای در حال ارسایش است او در ادامه می هرچند هر چند تهدید هسته تهران جدی است باید بدانیم تنها تیری نیست که جمهوری اسلامی در چله دارد و دستیابی به سلاح هسته‌ای ای صرفا یکی از برنامه های رژیم ایران برای اجرای سیاست بی ثبات کردن خاورمیانه و جهان است این کارشناس با اشاره به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی هشدار داد درباره حمایت ایران از آنچه محور مقاومت مینامد و متشکل از شورشیان حوسی در یمن، نیروهای شیعه در عراق، حزب الله و حماس است، شواهد فراوانی وجود دارد. به اعتقاد استفان بلنک، هدف ایران از همکاری و تأمین سلاح و اطلاعات برای گروه های نیابتی سه چیز است. نابودی اسرائیل، برکناری حاکمان سنی در کشورهای عربی و بیرون راندن آمریکا و متحدانش از خاورمیانه. یک ملت ایثارگر هستیم، ما ملتی هستیم که نه رو پای خودمون ایستادیم در برابر مشکلات به ملتهای منطقه هم ما کمک کردیم در سخت شرایط ما به ملت عراق کمک کردیم در سخت ترین شرایط اقتصادی دولت وقتی ما میگیم کمک به ملت عراق بعضی ها فکر میکنن فقط فداکاری جانی است که ای فداکاری میکنن درسته ای با جان فداکاری میکنن و باید قدردانی کنیم اما حقوق اینها رو کی تعمیم میکنه سلاح اینها رو کی تعمیم میکنه تمام سلاحی که اراغ نیاز داشت برای مبارزه با داعش کی تعمیم کرد پولش کی تعمیم کرد در شرایط تحریم نیازهایی که مردم سوریه داشتن پولش کی تأمین کرد در شرایط تحریم ما میشنویم که یک موشکی از خاک ما حرکت کرد رفت یک مرکزی رو از مراکز تروریسته را هدف قرار داد درسته اونهایی که این موشک رو پرتاب کردند تلاش کردند فداکاری کردند اما موشک کی درست کرد سازنده این موشک دولت وزارت دفاعی که این موشک می سازه پولش کی تامین کرد بخش اقتصادی کشور هست که اون رو تامین میکنه کار عظیم و بزرگی انجام گرفت در دولت یازدهم یک بار وزیر دفاع ما اعلام کرد سلاحهای راهبردی که در دولت یازدهم ساخته شده هشتاد درصد کل سلاحهایی است که در دولتهای قبل ساخته شده این کار عظیم و بزرگی است در بخش دیگری از این یادداشت آمده است جنگ کنونی غزه ممکن است با ایران هماهنگ شده یا نشده باشد ایران این اتهام را رد کرده و مدعی است که نمیخواهد جبهه جنگ را گسترش دهد آنچه باید بدانیم این است که دور ماندن از درگیری مستقیم با اسرائیل یا ایالات متحده موضوعی است که با استراتژی درازمدت ایران مطابقت دارد و این کشور برای حفظ فشار مداوم بر واشنگتن، اورشلیم و شرکای آنها به نیروهای نیابتیش متکی است. استاد سابق مطالعات امنیت ملی روسیه و امور امنیت ملی در مؤسسه مطالعات راهبردی دانشکده جنگ ارتش ایالات متحده در ادامه این یادداشت تحلیل می کند ایران مانند کشورهای شریکش روسیه و چین به دنبال راه انداختن جنگی چند جانبه و چند بعدی از جمله تهدید سایبری جهانی علیه اسرائیل و ایالات متحده است و از تمام ابزارهایی که در اختیار دارد استفاده خواهد کرد تا بازدارندگی را برای فعالیت گروه های تروریستی افزایش دهد به نوشته او گزارش شده که ایران برای گسترش نفوذ ایدئولوژیکش در آمریکای لاتین نیز از حمایت سازمان های تروریستی برخوردار است حزب الله رهبری عملیات جمعآوری کمک های مالی تبلیغاتی و قچاق را بر عهده گرفته است و دیگر سازمان های طرفدار ایران مانند التجمع در گسترش نفوذ ایران از طریق اینترنت وبسایت ها و رسانه های اجتماعی نقش مهمی دارند یکی از گزارش ها به جنگ روانی در مقیاس بزرگ اشاره می کند که طی آن شبکه های اجتماعی و رسانه های اسپانیایی زبان را برای ترویج اهداف ایران در حمله به غرب به کار می گرد. در ادامه یادداشت نشریه هیل به نزدیکی روسیه و ایران اشاره شده و آمده است همکاری اقتصادی و نظامی تهران و مسکو فراتر از ساخت کارخانه تولید هواپیمای بدون سرنشین در روسیه است روسیه برای ایران ماهواره ساخته و پرتاب کرده و با فروش هلیکوپتر و جنگنده های سخو 5 به این کشور موافقت کرده است. تسلیحات غربی به غنیمت گرفته شده از اوکراین هم که از روسیه به ایران منتقل شده اند، یک سرمایه فنی نظامی بلقوه برای صنایع دفاعی ایران به شمار می روند. این دو کشور اکنون دست به دست هم داده تا برای دور زدن تحریم ها راههایی بیابند که بدون شک همکاری نظامی دو جانبه یکی از آنهاست. ماه اکتبر روسیه به سازمان ملل اطلاع داد که به رعایت محدودیت بیشتر در زمینه ارسال فناوری موشکی به ایران نیازی ندارد. در مقابل ایران ممکن است موشک بالستیک را برای استفاده علیه اوکراین به روسیه منتقل کند. در پایان این یادداشت استفان بلنک تحلیل می کند که با توجه به همه این موارد تهدیدهای ایران برای امنیت بین المللی متنوع و روبه رشد است. این تهدیدها عبارتند از قاچاق، جنگ اطلاعاتی، شورش و تروریسم و به طور فضاگندهی پناوری های نظامی تسلیحات هستهی بلغوه و همکاری گسترده با روسیه را شامل می شوند. افزون بر این موارد در مورد همکاری رو رشد ایران با کره شمالی که می تواند در حوزه ای باشد نگرانی های وجود دارد. او تاکید می کند همه اینها ما را ملزم می کند یک خط مشی قویتر تدوین و اجرا کنیم تا ایران را از کمک به نیروهای نیابتیش باز دارد و موانع جدیتری مقابل روی کرده ببیند. جنگ کنونی در غزه زنگ خطری است که باید مرا بیش از پیش متوجه خطرهای احتمالی از سوی جمهوری اسلامی ایران کند. به ویژه اگر تهران بتواند خود را با مسکو و پکن بیشتر هماهنگ کند. با این صاف بدیهی است که در مورد ایران و همچنین شرکا و نمایندگانش دیگر دیپلماسی به تنهایی کافی و کارآمد نیست. همراهان عزیز به پایان این برنامه تحلیلی از آوای ایران رسیدیم. یادتون باشه حتما اگر ویدیو رو تا به اینجای برنامه لایک نکردید حتما لایک کنید و بعد از اتمام این برنامه نظرات خودتون رو در بخش کامنت های این ویدیو برای ما بنویسید. میزان بازخورد شما به برنامه های ما اصلی ترین دلیل ادامه دادن فعالیت آوای ایرانه. پس حمایت خودتون رو از کانال ملی و مردمی آوای ایران دریغ نکنید. پاینده ایران شب خیر.